انتخابات کانادا. هفته گذشته سه‌شنبه انتخابات مناظره بودش به زبان انگلیسی و روز چهارشنبهش به زبان فرانسه بود و همونجوری که پیش بینی کرده بودیم آقای هارپر مورد حمله سه تا حزب دیگه قرار گرفت، مورد حمله رهبران سه تا حزب، ژول دوسپ رهبر استقلال طلبای کوبک، حزب پارتی کوبکوا، آقای جک لیتون رهبر سوسیال دموکرات ان دی پی و آقای مایکل ایگناتیوف رهبر حزب لیبرال. در حال من فکر می‌کنم که هارپر محافظه‌کار که در این 5 ساله تونسته تجارب خوبی به دست بیاره، خیلی با خونسردی تونست این حملات رو دفع بکنه و خیلی سریع هم در فرصتی که استفاده کرد اعلام کردش که دقیقا این حمله رو که به شد گفت ببینید اگه دولت من دولت بعدی دولت اکثریتی نباشه همچین اتفاق میفته و این ستا چیز میکنن، همین بازی ها رو در میارن، دوباره انتخابات پنجم و ششم هم برقرار میشه. میدونید که هر انتخاباتی هم 200 میلیون دلار تا 300 میلیون دلار خرج میشه، اونش چی؟ مردم اصولا سراسر دنیا دوست ندارن زیاد تو انتخابات شرکت بکنن، یعنی دوست دارن که دولتی ثابت باشه بیاد سر کار و مشکلاتشون رو حل بکنه. به خاطر همینم هنوز دولت هارپر دورور 39% و یک پیروزی اقلیتی داره. از اون طرفم بغیر از آقای جک لیتون خوب عمل کرد، جک لیتون خطشو به خوبی از لیبرال ها و هارپر جدا کرد و در خیلی از مواضع اعلام کرد که بسیار از تصمیمات اقتصادی با کمک یعنی با حمایت لیبرال ها گرفته شده. از اون طرف من در تعجبم، آقای مایکل ایگناتیوف انسان بسیار خوبی ولی هنوز نتونسته از اون حالت دانشگاهیش آکادمیکش در بیاد. هنوز توی صحبتاش همش این صحبت میکرد، میگفتش که دموکراسی یعنی این، دموکراسی در این، ببینید کشوری که مثل کانادا که سالها توش دموکراسی بوده و بسیاری از مهاجرها هم به همین شیوه عادت کردند، دموکراسی تنها انگشت گذاشتن رو دموکراسی در حالی که طرف مقابل آقای هارپر همش میگه بابا اقتصادی، ما میخوایم وضع اقتصادی رو خوب کنیم، شما میخواین مالیات مردم رو زیاد بکنید، شما میخواین مالیات ها رو زیاد بکنید، میخواین مالیات هایی رو که کم میکنید باعث میشه که مردم بیشتر پول بدن، جواب نداره. چون بین نان آزادی همین بحثایی که همیشه هستش بین روشنفکرها هست، مخصوصا بین ایرانی ها زیاد هستش که نان مهمتره یا آزادی، در حال برای کشور مثل ما که قابل مقایسه با کانادا هم نیست. اینا خیلی مسائل مهمیه. در هر حال مردم فکر میکنم کسایی رو میخوان مثل همه جای دنیا، کسایی رو میخوان که قاطعیت داشته باشه و خیلی راحت بهشون بگی که ملموس بهشون بگی که چه چیزی هست. برای مردم اینکه پارلمان دوبار بسته شده توسط آقای هارپر برای بسیاری از مردم چیز مهمی نیست، چون اصلا ببینید تو تمام انتخاباتی که نگاه بکنید بغیر از چند تا نامزد رنگی پوست، همه نامزدها غیر رنگی پوست، یعنی سفید پوستن. تمام انتخابات و تمام خبرنگارا رو، کسایی که پوشش خبری میدن، شاید یکی دو تا اتنیک اقلیت توش داشته باشیم، رنگین پوست توشون داشته باشیم، بقیه اتنیک ها اقلیت ها هم نمیتونن به دلیلی که امکانات مالی نیستش که بتونن کسی به همچین، هیچ رسانه‌ای نیست که بتونه همچین پولی رو بده، که پولی که نه، اون مینیمومی رو بده که بتونه یک روزنامه نگارش با فیلمبردارش یا خبرنگارش بتونه بره همراه اتوبوس با اینا و اونجا رو پوشش خبری بده. و به همین دلیل بیشتر اقلیت ها در حقیقت تماشاچی هن و فرقش هم البته خب اینه تو دموکراسیه و این تماشاچی ها تصمیم میگیرن که آقا برای چه کسی از که کسی خوششون بیاد و به اون رأی بدن. و در حال بغیر از یک سری که خب دائما همیشه ساپورتر حامی های حزبای مختلف هستن، مثل NDP که همیشه بین 12 تا 18% در نوسان، بین محافظه‌کارا که بین 25 تا 40% نوسان داره، لیبرال ها هم همینجور، بسیار از این اقلیت خاموش هستند که بر اساس تصمیماتی که گرفته میشه، بر اساس مناظرات و خب سرکوف میشه. واقعا کانادا هم همچین چیزی رو میگن، چون ژول دوسپ توی کانونشنشون که پریروز اتفاق افتاد تو کوبک اعلام کردن که از این به بعد دوباره تمام علامت‌های تجاری، علامت‌های بازرگانی در سراسر استان کوبک باید به زبان فرانسه باشه
در حقیقت اونا اجازه دادن که یک سری چیزا به زبان انگلیسی باشه که البته به نظر منم در این دنیای مدرن، در این دنیایی که حقوق بشر حرف میزنه، این کار درستی نیست، چون واقعا بسیاری از اون فروشگاه‌ها، یه سری از فروشگاه‌ها مثلا ایرانی هستن، اقلیت هستن، علاوه بر فرانسه فارسی هم دارن یا مال خودشونو دارن. ولی شکی نیستش که انتخابات هرچند 2 هفته دیگه مونده، در بین مونده، و این انتخابات نشون میده که هرچی که بیشتر میگذره، یعنی همون روزی که وارد انتخابات میشید شما تا اون روزی که در انتخابات هستش زمان زیادی طول میکشه و تحولات زیادی میشه. یعنی حتما قرار نیستش که همون آماری که اولش هست همون آمار آخرش هم باشه. در حال از اون طرف هم آمار نظرسنجی های انجام میگیره که همه حزب‌ها انجام میدن، مؤسساتی انجام میدن، و اصولا همین نظرسنجی ها در ساختن اون رأیایی که خاموشن کمک میکنه که یا اونا که تردید دارن که به کی رأی بدن. در حال شکی نیستش که اگر آقای هارپر بتونه نتونه اکثریت رو ببره، که به نظر میاد نمیتونه ببره، شکی نیستش که طبق سنت‌های دموکراسی در کشورهای غربی ایشون مجبوره که اگر دولت اقلیتی باشه مجبوره که بعد از اینکه رفت تو پارلمان بعد از 1-2 ماه استعفا بده و ممکنه از چند وقتی هم بمونه، ولی اجازه بده که نفر دیگری به جانشین خودش بشه، چیزی که متاسفانه در اپوزیسیون ایران اصلاً وجود نداره و در نه حاکمیت و نه اپوزیسیون وجود نداره و هیچ کس نمیخواد آقا استعفا بده. حتی 100 سالش هم که باشه میخواد تا اون لحظه آخر مردم رو خلاصه خدمت کنه به مردم. اینی که اصلا بازنشستگی نه تو هنرمندای ما نه تو خلاصه تو هیچ کسی بازنشستگی وجود نداره، تا آخرین لحظه میخوان این کار رو انجام بدن. و این از اون طرف هم خب اگر مایکل ایگناتیوف نتونه عکس به اصطلاح نتونه از تعداد قبلی که حزبش داشته بیشتر ببره، شکی نیست که اون هم بایستی استعفا بده. البته نکته‌ای که هست نشون میده که مایکل ایگناتیوف پریروز آقای پل مارتین و گودل آوردش که مشاور اقتصادی رئیس پارلمان بود، یعنی کسی که هاوس لیدر بود مال لیبرال ها بود در زمان ژان کریتیان و همچنین زمان آقای پل مارتین نخست وزیر بعدیش، و آوردش. در حال همچنین آقای ژان کریتیان نخست وزیر قبلی هم به حمله کرد به آقای هارپر در مورد مسئله اکثریتی، و در هر حال لیبرال ها زیاد هم مثل خود مایکل ایگناتیوف زیاد علاقه نداره که نخست وزیرهای قبلی چهرهای قدیمی حزب بیان جلو، چون میخواد با خودش باشه. ولی هنوز اختلافاتی که داخلی حزبه نشون میده که اینها رنج میبرن. مثلا من هنوز باب ریو ندیدم که تو هیچ کدوم از این چیزها همراه مایکل ایگناتیوف باشه، در حال باب ری یک چهره خیلی سرشناسه و نفر دوم حزبه. اینی که اینا همش خیلی مهمه. در حال خدمت رو عرض کنم که روز شنبه دیروز 16 آوریل ICC ایرانیان کنیدین کانگرس یک دونه مناظره‌ای رو، میزگردی رو با شرکت نمایندگان مناطق ویلودل، تون هیل، ریچموند هیل و اوکریچ که همه‌شون از به اصطلاح از فوروان شروع میشه تا نزدیکای کینگ و استافید رود، چیزی بکنم در حدود 20 کیلومتر باشه، خط یان که بسیاری از ایرانی ها در اونجا زندگی میکنن، یعنی تو این سالهای اخیر میان تو اینجا خونه میخرن و تو اینجا یا آپارتمان اجاره نشینن یا خونه دارن، تو این منطقه هست، دعوت کرده بودن. ولی نکته ای که جای تاسف داشت و من از دوستان ایرانی طرفدار حزب محافظه‌کار میخوام که اینو جدی بگیرن، هیچ کدوم از محافظه‌کارها، چه اونهایی که تو نماینده نیستن، چه اونهایی که نماینده هستن مثل پیتر کنت که خب وزیره و تورنهیله، هیچ کدوم از اینا در این مناظره شرکت نکردن. هستش که ما رو ارجاع دادن به دفتر همین آقای که یونانی تبارم از توریست مونتیل دموستیس همچی چیزی هست، الان فامیلیشون نمیتونم درست تلفظ کنم، ولی هنوز جوابی نشده. ببینید اینا وقتی که به ما که رسانه ایم پاسخ نمیدن، هنوزم با حاکمیت نرسیدن، دم انتخابات
بعدش که برسن به حاکمیت قول بهتون میدن مثلا تحویل هیچ کی رو نمیگیرن، مثلا جواب سلام هم به کسی نمیدن. اینا رو یادتون باشه. این چیزی که تو آمریکا تو کانادا خیلی مهمه دموکراسی، اینه که آقا طرفی که بهش رأی میدید حداقل رأیتون ارزش داره، باید پاسخگو باشه. پاسخگو هم الان کسی که تحویل نمیگیره بعدش هم اصلا تحویل نمیگیره. برای این مسئله خیلی مهمه که بایستی باهاش برخورد چه و بدونه. یه نمونه دیگه هم که هست من می‌خواستم بگم، مثلا در رابطه با هلنا جورجیس نماینده سیمکو که خب سفید پوسته، خانمیه که چون با رحیم جعفر که یک مسلمون بود در هر حال و از کالگاری هم انتخاب شده بود دوره قبلی، ولی دوره بعد عملا حزب تقریبا زیرابشو زد، تنها آدمی بودش که از تو حزب انتخاب شده بود که رنگین پوست بود و مسلمون هم بود. این که بعدن بنده خدا که نسخش پیچیده شد، عملا به خاطر این خانم هلنا جورجیس رو که در حال هم مسیحی معتقدی است و همین که سفید پوسته و در حال به کنسرواتیوان بسیار وفاداره، انداختنش بیرون. و دیروز هم نامش در اومدش که آقای نخست وزیر گفته که این خانم allegation against جورجیس revealed، که این نامه که فرستادن برای RCMP این بوده که فرستادن برای اینکه که ایشون در ارتباط با فاحشه‌گری بوده، یعنی به همراه با شوهرش رشوه و خلاصه هر چیزی که بوده. این در حالیه که آقای بیل کارسون، کسی که از مشاوران اصلی آقای هارپر بوده، قربونش برم 4 دفعه به اتهام کلاهبرداری قبلا زندان رفته و محکوم شده بوده، این اواخر هم با یه خانومی که در حال بدن نمیدونم لغتش، نمیدونم خودفروش بوده یا هرچی، من نمیدونم، چون اینا یک سری فمینیست‌ها رو این مسئله دارن، من نمیدونم واقعا. ولی کسی که از این راه چیز میکرده 22 ساله باهاش دوست بوده، این آقا 70 سالشه، تو مهمونی نخست وزیرم برده بوده این خانم، و قرارم بوده این خانم یک قراردادی رو برای منطقه سرخپوستا بگیره. ببینید اینها رو که میبینه آدم عملا متوجه میشه که تا تضمین کسی، دوستان محافظه‌کاری که میخوان رأی بدن به محافظه‌کارا یا هر کی دیگه میخواد بده، تا تضمین کافی نگرفته که اینا واقعا نظرشون، نیت واقعیشون چیه، باید به اینا رأی ندن. یکی از کاندیداهاشون اتفاقا توی مسئله انتخابات استانی که قرار از ریسپونتیل هم بشه، ایشون در مقابل آقای موریدی قرار وایسن، خیلی راحت میگه آقا ما سفیدپوستیم، مثلا ما اینجا متولد شدیم، ما هم باید بریم بالا دیگه. یعنی اصلا دیدگاهاشون واقعا دیدگاهای نجات پرستانه و اشتباه فکر نمی کنن، میگن مثل حق ماست. در حال اینجوری بزرگ شدن و هنوز خیلی فاصله داره تا واقعیت ها و اینا. به همین دلیل لطف کنید نظراتتون رو برای بهتر شدن برنامه‌مون، انتقاداتتون، پیشنهاداتتون رو به ما بدید که آیا چرا باید تو انتخابات شرکت کرد و به چه حزبی میخواین رأی بدین و چرا، آیا دلیل به خصوصی داره. اینه که خدمت شما عرض کنم که، و آخرین چیزی هم که قبل از خداحافظی خدمتون بگم اینه که بنزین هم شد 1.40 و همینجور میره بالا و این عملا فشار زیادی رو به کامیونیتی ما وارد میکنه، چون در حال بسیاری از کامیونیتی ما درآمد ثابت دارن، ولی ماشین هم که خب تو سیستم حمل و نقل شهری کانادا بدون ماشین نمیشه استفاده کرد، مخصوصا ما ایرانیم که هممون 3-4 تا ماشین داریم، برای اینکه هر کی برای خودش چیز میکنه و لازم هم هست البته. بنابراین امیدواریم که این مسئله حل و فصل شه، در حال یک راه حلی هم برای این پیدا بشه. در حال من تا اینجای برنامه از اینکه با ما بودید من تشکر میکنم، همه شما رو به خدا میسپارم، از اتاق فرمان مخصوصا حسین آقا که زحمت پخش این برنامه رو داشتن و همچنین مدیریت تلویزیون تن تی وی تشکر میکنم، همه شما رو به خدا میسپارم. در برنامه بعدی ما با نماینده لویی، با نماینده ما لیبرال ها در منطقه اوکریج و همچنین یکی از سبز ها در منطقه مارکام مصاحبه خواهیم داشت و همچنین می دوم فراموش نکنید ساعت 9 تا 10 شب برنامه زنده خواهیم داشت که از انتخابات، نتایج انتخابات که در حال خیلی مهمه برای چند سال آینده، با شما از دید روزنامه نگار و رسانه اقلیتی با شما صحبت خواهیم کرد. با ما باشید، شاد و شادکام باشید.